سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم در چنل پریفان. مرسی که دارید منو نگاه میکنید. من برگشتم با یک موزیک خیلی زیبا از نوید فروغ عزیز به نام بیا گریه کنیم. امیدوارم که لذت ببرید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم دو تا هشتگ اینجا میذارم. ممنونتون میشم که از این دو هشتگ استفاده کنید برای حمایت از کشور ایران و کشور افغانستان. قربون شکل مایتون، ماچ به کلاتون. همونطور که میدونید بچه ها، لینک اصلی در توضیحات این ویدیو هست. میتونید از ویدیوی اصلی هم حمایت کنید. بیا که گیریا کن. آوازخوان نوید فروغ عزیز هست و فرهاد دریا هم که کارهای موزیکش رو انجام دادن و صحنه‌هایی رو داریم می‌بینیم که در افغانستان همیشه مردم شاهدش هستن و از ته دل آرزو می‌کنم که هیچ وقت دیگه شاهد اینجور اتفاقات نباشیم و در کنار هم واقعا طعم خوب آزادی و آرامش رو بچشیم. بچه اگر اشتباه نکنم که اول ویدیو هم تصویرشون رو نشون داد، اگر اسمشون رو اشتباه نگم، این آهنگ رو برای شاه مسعود خوندن که در دره‌های پنجشیر دارن مقاومت میکنن. خب من اونقدر بچه در جریان سیاست ها و یا اینجور جنگ ها نیستم، خودتون در جریان هستید و موضوع این چنل، ولی خب به هر حال هر اتفاقی که بیفته، مثل انتخاب دیدن یک فیلم، مثل انتخاب گوش کردن یک موزیک، خب سلیقه‌ای هست. یعنی خیلی ها یک چیزی رو میپسندن و دنبالش میرن، خیلی ها هم از نظر اعتقادشون یا اون روشنفکری که دارن خب به نظرشون اشتباهه و دنبال روش نمیشن. یعنی میخوام بگم که هر چیزی، هر شخصی، خوب و بد ممکنه که هم طرفدار داشته باشه هم دشمن داشته باشه. پس این موزیک و این ویدیو رو لطفاً بدون سوء تفاهم ببینید و لذت ببرید. بچه اگر اشتباه نکنم ایشون شهید شدن و پسرشون در پنجشیر دارن مقاومت میکنن. ببخشید که من اطلاعاتی ندارم و ممنونتون میشم که مثل همیشه واسم کامنت بذارید. حتما توی ویدیوهای بعد صحیحش رو میام اعلام میکنم یا کامنتتون رو پین میکنم. از همینجا عذرخواهی میکنم اگر اشتباهی باشه در این صحبت ها. دیگه ببخشید دیگه به بزرگی خودتون. بیا
آره بچه ها شهید شدن و چیزی که من میدونم و شنیدم و یا ویدیوهاش و جای مختلف کوتاه دیدم، میدونید چجوریه؟ اینه اینه که شما به یک نفر مثل یک کوه نگاه میکنید یا واقعا اون شخص همه جوره داره برای مردمش وطنش می جنگه، مقاومت میکنه، امنیت رو میخواد برقرار کنه و اینها. خب خیلی مردم بهش امیدوار هستن، خیلی مردم دوستش دارن قلبن و وقتی که مثلا این اتفاق میفته یا از دستش میدن، خب واقعا انگار که یک کوهی رو آوار شده میبینن. یعنی اون نمیدونم چجور میتونم منظورم رو برسونم، ولی شما وقتی یک نفر رو برای خودتون یک کوه مقابل میبینید، وقتی که میدونید دیگه نیست به هر طریقی، شهید شده، اسیر شده یا هر چیزی، خب خیلی آدم احساس پوچی میکنه و واقعا اون اشکهایی که از چشم یک مرد مظلوم یا یک زن مظلوم میاد، واقعا میتونی اون اشکا رو ببینی که اون کوه رو از دست داده و روحشون شاد باشه. دقیقا احتمالا این موزیک زمانی هست شاه مسعود عزیز به شهادت رسیدن، مرد بزرگی بودن قطعا. وقتی بچه ها اسم وطن و مردمش وسط باشه، خب قطعا همه مردا باید بلند شن، باید یه کاری کنن، باید یک قدمی بردارن و الان توی این شرایطی که برای آموزشگاه کاج افتاده، کورس کاج که حالا اون اتفاق افتاد و تمام دانش آموزان یا زخمی شدن یا شهید شدن، خب الان تظاهراتی هست که اعتراضاتی هست که توی خیابونها، که ویدیوهاشو که من میبینم فقط خانومها هستن و شاید خودتون بهتر بدونید. من همیشه گفتم زنها و مردها مساوی هستن از نظر تمام چیزهایی که حقشون هست، خب برابر هست دیگه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی شاید تو دید اون جامعه یا اون حکومتی که هست زنها رو ضعیف بدونه و الانی که دیگه این خانمها لبریز شدن از این همه ظلم و به خودشون این جرأت رو دادن که بیان توی خیابونها، ای کاش که مردهای کشور افغانستان هم دست به دست این خانومها برن و واقعا حمایت کنن. فقط امیدوارم که هر کس که فکر میکنه که این موقعیت افغانستان خوب هست، که امیدوارم یکم چشماشو بیشتر باز کنه و همه جوره همه چیز رو بسنجه و اونایی هم که مخالفن که دارن اعتراضاتشون رو نشون میدن، پس دیگه همه واقعا دست به دست هم یه جور اتحاده رو داشته باشید که امیدوارم به اون آزادی و به اون امنیتی که قرار یک کشور داشته باشه همه برسیم. این هشتگا رو فراموش نکنید لطفا. آزادی سر و جان دادی، مبارکت باشد نام بلنداری برای حفظ وطن، برای نام وطن سینه سپر ساختی. بیا که گیر یاد کنی
انقدر توی دل مردم بودن و انقدر همون کویی که میگم استوار بودن که وقتی که شهید میشن ببینید چقدر شلوغ هست و همه جور آدم توی هر سنی رو دارید میبینید که داره برای این اتفاق اشک میریزه. واقعا روحشون شاد باشه. سر بلندی و با مهر و با دمن که شد شهید وطن برای خلق وطن سر همیشه بطن بکار سر با کفا از موزیک ویدیوها قبلا هم براتون گفتم سرم درد کرد. کلا یه مدت بچه‌ها خیلی حساس شدم به خاطر اتفاقا و صحنه‌هایی که توی شبکه‌های مجازی هم می‌بینم. خیلی دیگه حساس بودم، حساس‌تر شدم و شاید طاقت دیدن خیلی تصاویر رو ندارم، ولی خب همیشه شنیدم اسم شاه مسعود عزیز رو، ولی نمی‌دونم چرا پسرشون، یعنی چهره پسرشون همیشه توی ذهنم بود و روحشون شاد باشه. پسرشون میدونم که همچنان هستن، امیدوارم که همیشه صحیح و سالم باشن و در راه کشور رفتن، جنگیدن و دفاع کنن از ناموسشون و امنیت خودشون خیلی حس قشنگیه. و پدرشون که اینجوری، پسرشون هم که همچنان در راه پدر، امیدوارم که صحیح و سالم باشن و همه با هم اتحاد داشته باشید که بتونیم همه در کنار هم شاد باشیم در آزادی و امنیتی که حقمونه. قربون شکل ماهتون. ممنون از این موزیک و خواننده عزیز نوید فروغ عزیز. خوشحال شدم که توی این موزیک شناختمشون، چون تا الان اسمشون هم نشنیده بودم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. قربون شکل ماهتون. ماچ به کلاتون. تا ویدیوهای بعد. بای بای.